خب میرسیم به بحث تکست. برای ایجاد تکست توی موشن شما روی ابزارش این بالا کلیک میکنید و توی کنوستون یک کلیک دیگه انجام میدید و شروع میکنید تایپ کردن اون چیزی که میخواید. مثلا امیر عزیزی. حالا شما اگر بخواید میتونید این تکست رو بزرگ کوچیک بکنید، میتونید فونتش رو اگه خواستید عوض بکنید و همونطور که میبینید به این سرعت شما میتونید با کلیک کردن و درگ کردن روی این فونت ها تغییرات فونتتون رو ببینید. مثلا ممکنه من از این فونت خوشم بیاد. نکته خیلی جالبی که در مورد تکست توی موشن برای یوزرهای فارسی زبان وجود داره اینه که شما میتونید مستقیما داخل موشن فارسی تایپ بکنید. من اگه اینجا لیاتم روی پرشیم بذارم میتونم بیام و امیر اگر بتونم من فارسی درست تایپ بکنم، خب بله بالاخره شد. و باز با همون قابلیت شما میتونید بیاید روی فونت های فارسیتون و کلیک و درگ بکنید و با همون سرعت تفاوتش رو ببینید. البته قطعا کسی دوست نداره با این سرعت فونت انتخاب کنه، یه خورده شاید دقت رو پایین بیاره، ولی به هر حال شما این قابلیت و توانایی رو دارید که به این راحتی فونت هاتون رو عوض بکنید. مثلا ممکنه من از فونت ببینم اینجا چی داریم، مثلا از فونت من این مروارید خوشم بیاد و حالا بخوام سایزش رو یه خورده بزرگتر بکنم. شما خیلی از تنظیماتتون توی موشن به این سه تا پنجره که توی قسمت اینسپکتور تکست دارید برمیگرده. تنظیماتی که عمومی تر هستن رو شما توی این هد اپ دیسپلی میبینید، اما تنظیمات دقیق تر رو شما اینجا میتونید انجام بدید. به طور مثال اگر شما بخواید فونتتون رو تغییر بدید میتونید از اینجا هم تغییرش بدید. اگر بخواید مثلا سایزش رو تغییر بدید، البته خب این دوتا رو اینجا هم داشتیم. به طور مثال بیسلاین، تفاوت لاینی که این نوشته روش هست که توی کارهای صفحه بندی شاید خیلی بیشتر به درد بخوره. اگر تکستتون چند خط باشه شاید خیلی چیزتر باشه، بیشتر به چشم بیاد. اسلنت یا همون گرایش به دو سمت، خیلی شبیه شیر هست اگر خاطرتون باشه. آفست شما، جابجا کردنش توی محور ایکس، وای و زد هست. شاید خیلی برای شما جذابیتی نداشته باشه، چون ممکنه بگی خب من میتونم بیام با این ابزار همین کار رو انجام بدم. اما روتیشن ما عنوان خیلی جالبیه و شاید خیلی متفاوت باشه با آفست ما. شما اگر روتیشن X رو بزنید و بچرخونید، یا Y یا Z، همونطور که شما می‌بینید حروفتون سر جای خودشون جابجا میشن. به طور مثال من اگه Y رو بزنم شما می‌بینید که توی محور عمودی دور خودشون میچرخن این اشکال. همون چیزی که به طور مثال اینجا من اگه بخوام این رو توی محور عمودی بچرخونم، ببخشید اگر بتونم پیدا کنم و همین کار رو میتونم بکنم. این کار رو در واقع میتونم از اینجا برای تک تک این حروف انجام بدم، حالا چه چرخوندنشون توی محور X، چه توی محور Y و چه توی محور Z. اسکیل شما با بزرگ کردن فونتتون تفاوت زیادی نداره، همون کار رو تقریبا انجام میده. و شاید تنها نکته که توی این قسمت مونده باشه برای گفتن اینه که شما میتونید فونتتون چیزی اگه تایپ شده دارید اینجا پیست بکنید و آخرین عنوانی هم که شما اینجا میبینید پابلش توی FCP یا همون فاینال کات پروه. اگر این عنوان رو شما فعال بذارید و کارتون رو سند بکنید به فاینال کات بکنید یا سیو از تمپلیت بکنید، به عنوان تمپلیت سیوش بکنید و بعدا توی فاینال کات باز بکنید، این تکست رو میتونید اونجا عوض بکنید و تکست مورد نظر خودتون رو اونجا وارد بکنید. یه نکته که وجود داره اینه که در مورد فونت های انگلیسی ما تراکینگ داریم و تراکینگ ما فعاله که فاصله حروفمون با هم هست، اما در مورد فونت های فارسی متاسفانه تراکینگ ما کار نمی کنه
و فعال نیست. خب توی درس بعدی استایل و لیات رو با هم می‌بینیم.